این گروه بر این باورند که رئیس جمهوری اسلامی ایران نماینده واقعی ملت ایران نیست. روحانی نو نو نو، رجبی یس یس یس. ببینید، ما موافقیم که این توافق هسته‌ای شده، هرچند که میتونست خیلی قویتر و بهتر بشه و فکر میکنیم که آمریکا میتونه هنوز این توافق رو قویتر بکنه، ولی میگیم باشه، حالا این هسته‌ای تموم شد، تکلیف حقوق بشر در ایران چی میشه؟ روحانی جاش تو سازمان ملل نیست و کرسی سازمان ملل، کرسی ایران در سازمان ملل متعلق به شورای ملی مقاومت و خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت. در این تجمع اعتراضی که به میزبانی شورای ملی مقاومت با فاصله چندین خیابان از مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، شرکت کنندگان با شعارهای خود خواستار تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران بودند. معترضین با ارائه آمار اعدام حدود 2000 نفری که از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی صورت گرفته است، از پیشینه حقوق بشری حکومت ایران به شدت انتقاد کردند. پیام من به عنوان یک رهبر سیاسی این است که در ایران حقوق بشر و دموکراسی وجود ندارد و این باید تغییر کند. گزینه دیگر دموکراسی و این مردمی است که در این گرده همایی هستند. ایران همچنان حقوق بشر را نقض می کند. 2000 اعدام و همزمان از گروه های تروریستی حمایت می کند. در مورد یمن، سوریه، حماس، حزب الله و در صحنه بین المللی بازیگر مثبتی نیست. در نتیجه پیام من این است که در زمان این دولت در ایران هیچ تغییری روی نداده است. تغییر باید روی دهد. در واقع سیاست‌های دولت روحانی از جمله تحت فشار قرار دادن زنان، از نظر ما آمریکایی‌ها تفاوتی با آنچه گروه موسوم به حکومت اسلامی می‌کنند ندارد. برخی از ما آمریکایی‌ها حتی یک کلام از آنچه را که او می‌گوید باور نمی‌کنند و مطمئنند که در اولین فرصت از هر آنچه در مورد آن توافق کردند تخطی خواهند کرد. این افراد توافق اتمی جامعه جهانی با ایران را نوعی جلب رضایت حکومت ایران دانستند. در این تجمع تعدادی از مخالفین حکومت بشار اسد و موافقین دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن نیز شرکت داشتند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.